سلام و عرض ادب عرض ادب و خدمت احترام تقدیم شما. بفرمایید، خوش آمدید. ایدای گذشتیتان مبارک باشه. انشالله سلامت باشید، خدا خیرتان بده. در خدمت شما هستم. بینندارم سلام برسم. یک وعلیکم سلام السلام. داشتم قمبر جان عزیز، از جان در خدمت شما هستم. نظر به ما بعضی وقت نو وقت روسی خداش از لایفتان میایم میبینم، بیننده هستم بیشتر، نه توانایی کامنت میشه به بعضی خیر باشه. کسایی که مهمان می اینجا پیشتان زیر لایف خوب بعد هر کسا فقط بیشتر بیننده می باشیم کتا بگویم. گفت نیست، خدا خیرتون بده. بفرمایید. سوال من بود که امی به نظر شخصی شما امی سیاری که از مردم وسیله میتن به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به می عقیده هستین که سیارشان بوده یا خیر؟ آه، منظور ابوبکر و عمر و عثمان هسته، درسته؟ بله. اول ما تعریف یار از شما بدانم که شما مثلا در چه کسی یار میگید. حالا یک نفر چه صفاتی باید داشته باشه که او را یار یک نفر دیگر بدانید؟ صفات دوست برش آدم داده میتونم. صفات دوست، عنوان مثال کسی که، اما حد اقلش بخوایم حساب کنیم، اینکه ادب و احترام در حضور شما رعایت کنه، نسبت به شما بی ادبی و بی احترامی نکنه، درسته؟ او رو میتونیم اما اولین گزینه ای که برای یک دوست حساب کردن یک شخص میشه در نظر گرفت، می رعایت ادب و احترام است. محترم میشه بیشتر کسا بر آدم باشه، اما ما دوست بر کسایی میتونم بگویم که بیشتر همراه ما هم نشینی داشته بوده باشن، هم یا ما همراهشان هم نشینی داشته باشن. خب پس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با کفار هم نشینی داشت؟ کفار دوست پیامبر بودن؟ خب شاید به شکل اینا نبودن که نامش در اسلام یاد شده. نه نه نه، در از اون بحث هنوز نرسیدیم. فعلا یکی از معیارهای دوست این هست که شما باش هم نشینی داشته باشید یا ایشان با شما هم نشینی داشته باشن. پیامبر خدا با کفار نشست و برخاست داشت. خب آدم مثلا از نگاه کاروبار یا زندگی نرمال شخصی، نه از نگاه کاروبار هم نه، از نگاه تجارت معامله نه، کسی ببینه. اما ای که ما با یک کسی مثلا زیاد دید و بازدید میکنم، زیاد بیشتر بازدید میکنم، یعنی یک بحث حالا هر چقدر بیشتر توضیح بدید در ماهیت از تغییر ایجاد نمیشه. اینو ما قبول دارم، میگم که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با منافقین هم رفت و برخاست داشت، نه از باب تجارت و معامله و دیگه و دیگه. اینها در بین صحابهش بودن، بخی در بین همون صحابی و یارانش منافقا بودن. پس پیامبر خدا دوست منافقا بود، منافقا هم دوستش بودن، با این صورت ها یارش بودن دیگه. خب اینجا آدم باید به نظر ما امو نمیتونم در کدام کلمه می لحظت از اینم نمی گنجا برتانیات بکنم، امی عددش یا چندین بارش که آدم در چی مدت در یک هفته چقدر کده کسی میشینه، چند بار در زندگیش به کسی شیسته، نه در وسط زندگیش مد نظر گرفته شد، در وسط زندگیش، در وسط زندگیش، یک هفته دو هفته نه، در وسط زندگیش بوده. در وسط زندگیش یعنی منافقات دور و برش بودن، با اینا نشست و برخواست میکرد. پس اینا دوستایش بودن، یارش بودن. چون شما گفتید یکی از ملاکای یار و دوست این هسته که باش نشست و برخواست دیگه و دیگه کرد. خب به نظر ما اگر یک کسی منافق باشه، من من حیث یک شخص عادی 32 سال ما همه قدر توانایش دارم که با یک کسی یک سال شش تو برخواست داشته باشم یا داده گرفت تو داشته باشم به هر مانایی بوده باشه، یک کسی منافق باشه حتما شناسایی میکنمش، دیگه از او فاصله میگیرم. نه عمر من از او شخص دیگه ماشاءالله. پس شما اگر یک منافق بشناسی از او فاصله میگیری، درسته؟ حتما حتما. این یک سردسته منافقا میدونه در زمان پیامبر خدا چه کسی بود؟ نمیدونم. عبدالله ابن ابی ابن سلول. پیامبر میدونست، پیامبر لیست منافقا را داشت، اسم اسامی منافقا را داشت پیامبر خدا. حالا ای عبدالله ابن ابی ابن سلول وقتی مرد پیامبر خدا میدونی چیکار کرد؟ نمیدونم. بالای جنازش نماز خواند. خب یعنی شما در اینجا علمتان از سر سلم بیشتر هسته، شما فاصله میگرفتید و فاصله نگرفت، بله جنازه سردسته منافقا عبدالله ابن ابی ابن سلول که مرد، پیامبر خدا بالای جنازش نماز خواند.
خب پس شما عقلتان اصل اصلا بیشتر هسته دیگه، چون شما قرار بود فاصله بگیری از یک منافق، ایشان فاصله نگرفت. خب ما اینال اگر ما در یک شرایط خود قرار بتون فرض بکنیم در یک مسجد با یک مسجد در یک منطقه است، در اونجا به صدا رقم خانه است، صدا رقم انسان ها زندگی میکنه، و وقتی که یک شخص در اون منطقه فوت میکنه جنازه شده و مسجد میارن. پیغمبر خدا لیستش داشت، من لیستش دارم، جمعی 467 نفر، فلانی 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 اسم اکانت اسم اکانت های شده دارم، اینی ها از اولادای عایشه هستند و من اینا رو میشناسم. لیست منافقین پیغمبر خدا داشت. حالا از اینا بگذاریم، ما رو از بحث اصلی از بحث نمیخوام فاصله بگیریم چون بحث طولانی میشه. پس شما بر از اعتقاد هستید که ابوبکر و عمر و عثمان از یاران پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستند. خب بحث علی ابن ابی طالب علیه السلام نکته اختلافی نیستن، بنابراین او را حساب نمی کنیم، چون ما هم بر از عقیده ایم، شما هم بر از عقیده هستی که صحابی پیامبر بود. بحث اختلافی نقطه مناقشه سر ابوبکر و عمر و عثمان هست، درسته؟ بیشتر خب البته با او حضرت علی مطمئن هستم که شما موافق نظر دارین. شخصا من دارم چی مقام یک ساعت، اما اون نقطه مناقشه نیست، راجع به چیزی که من قبول دارم تو هم قبول داری لازم نیست صحبت کنم، درسته؟ بله بله. پس راجع به نقطه انحرافی، اما چیزی که ما را از همدیگه جدا کرده، ما سر از او متفق القول نیستیم، اختلاف هسته، راجع به از صحبت کنیم. ابوبکر عمر و عثمان، درست؟ همونطور. البته سوال ما در عموم همینجا میخواست بپیشم. بپیچه. خب الان من منتظرم شما بپیچ بعد ما جواب بدم. خب من سوال ما کدم گفتم، شما به این نظر نیستین حتما جوابایی که دادین نه حتمی که ما دلیلای خود داریم. میخواستم مثال بزنم که شما مانع شدیم. در عنوان مثال حداقل ادب و احترام و باید نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رعایت کنه، که نه ابوبکر رعایت میکرد نه عمر. در جنگ ها یار و یاور پیغمبر باید باشن، ایشان تنها نذارن، که نه ابوبکر کار کرد نه عمر و نه عثمان دیگه. خب پس ای طور که بود یک روایت شاید امکان داشته باشه، وجود داشته باشه در مذهب ما و شما اهل تشیع که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته باشه که اینا دیگه از جمله یاران من نیستن. یا بله گفته هست در صحیح مسلم هست، قال محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فی اصحابی 12 منافقا فهم لا یدخلون الجنه، در اصحاب من کم از کم 12 منافق وجود دارد، فهم لا یدخلون الجنه، که اصلا در روی بهشت نمی بینن. گفتین در صحیح بخاری است؟ صحیح مسلم. میخوای نشان بدم؟ صحیح مسلم. اوکی. اگر نشان بدین یا نشان بدم اشکال نداره. در بخاری هم هستن، در بخاری از این فجیع ترش هستن. هر دویش را اگر دوست داشتی اول اولی رو نشان بدم، بعد اگر دوست داشتی دومی رو میتونیم راجبش بحث کنیم. در صحیح مسلم دی، حالا کتابش لازم نیست نشان بده. در صحیح مسلم 1292 قال محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فی اصحابی 12 منافقا فهم لا يدخلون الجنه. فی اصحابی 12 منافقا، در اصحاب من خود پیغمبر اونا رو صحابی میدانه ولی میگه منافق هستن، فهم لا يدخلون الجنه، تا زنده هستن روی جنت نمیبینن، یعنی کلا از جنت خلاص هستن. تشکر، تشکر از اینکه وقت تانه گرفتم، ببخشید. سلامت باشید، خدا نگهدارتان باشید. روز خوب داشته باشید. روز خوب داشته باشید. خداحافظ. خدا نگهدارتان باشید. شیر بیباک و تیز و چالاک و رزم جانانه تو کرده کولاک و پسر خاک و چون علی پاک و حسین داداش سلام بهت برسون.